سلام خدمت تمام شما خوبایی که با برنامه پخت و پز هستین. تمامتون خوش آمدید میگم به یک دیگر از برنامه. خیلی خوش هستم از اینکه نیم ساعت بازم مهمان خانه های شما عزیزان هستیم و امروز هم من میخوایم که یک غذای بسیار مزه دار دیگه براتون آماده کنم. امروز براتون لازانیا از حبوبات آماده میکنیم. یک لازانیای بسیار خوشمزه هست که شما هم میتونین که البته در خانه ای را آماده کنین و کسایی که لازانیا را بسیار زیاد دوست دارن. در شروع مواد لازم شد به تمام شما خوبایی که با ما هستین به معرفی میگیریم و مواد لازمی ما هم است: لازانیا یک بسته، دو عدد مرچ دلمه، سه عدد بادنجان رومی و دو عدد آم زردک، پیاز یک عدد، گشنیز مقدار لازم، سیر مقدار لازم و مرچ تازه مقدار لازم، نخود یک قوطی، مطر یک قوطی، جواری یک قوطی، پنیر پیزا 200 گرام و نمک هم به قدر ضرورت. مواد لازمه هم برتان به معرفی گرفتم. آیسته آیسته دیگه به خیر کار خودش رو میکنیم. امروز لازانیا از حبوبات برتان آماده میکنم و شما دیدین که من از کدام حبوبات در لازانیا استفاده کردیم و با حبوبات خواستم یکم از ترکاری هم استفاده کنیم بخاطر خوشمزگی و ذائقش زیادتر شمه. و در قبل از که برنامه آغاز شود در یک دیگ من مقدار البته آب اضافه کرده بودم. دو با اندازه 1-4 قاشق غذاخوری مروغن اضافه کردیم. به خاطر مروغن اضافه کردم که لازانیا جوش بخوره وقتی لازانیا را آبش صاف کنیم به راحتی از یکی دیگه جدا شود. همه این لازانیا را شما میتونید به شکل البته از در بازار خریداری کنید، بسیار ساده و آسان پیدا میشن. خب لازانیا را دانه دانه پرتین ده و بخاطر که اگر یک جایی را پرتین باز ده که دیگه میچسبه جدا نمیشن. این تمام شد دانه دانه داب که جوش میخوره من اضافه کردم. داب شام یک کمک روغن اضافه کردیم بخاطر که باز دست وقت بخواییم میره صاف کنیم خیلی براحتی صاف میشه و جدا میشه. البته نمک هم مقدار لازم ده آبش اضافه کردیم. و مکساریم دیگه تا که جوش بخوره و نرم شون. تا وقت های موادای دیگه ما را میخواییم که در روغن بسیار کم سرخ کنیم. من این ترکاری و اینا را میخواییم سرخ کنم به خاطر که باز داداش یعنی مدت کمتر صرف به خاطر آب کردن پنیرش ما بگذاریمش داداش. و بعض دوستای ما که داشت ندارن میگن ولی ما لازانیا خیلی پخته کرده نمیتونیم، اون اصلا لازانیا آماده نمیکنن. اما یک طریق خیلی آسان و ساده دیگر رو براتون یاد میدم. اگر در خانه داشت نداشتین وقت لازانیا رو کل شما آماده کردین، آماده شد دیگه در یک ظرفک یا مو قالب که شما خودتان انتخاب میکنین، به خاطرش لازانیا که آماده شد پنیر رو لابلا اضافه کردین در دیگ منتو، زیر شواب اضافه کنین، بگذارین و قالبتان در دیگ منتو. وقتی که در دیگ منتو گذاشتین سرپوش دیگ منتو رو دوباره سر بگذارین بالاش، با مو حرارت و آب کاملا پنیر لازانیا آب میشه و به اون شکل که داداش آماده میکنیم کاملا به اون شکل آماده میشه. کسایی که یعنی داشت ندارن به این طریق هم میتونن که لازانیا را آماده بسازن، هیچ کدام مشکل نداره. و اما اگر خواستین که تمام موادش به می شکل خام اضافه کنین در داش آماده شه بازو 40 تا 45 دقیقه وقت میگیره تا که کاملا آماده شوه. اما به این شکل اگر شما بانجان رومی، مرچ دلمه، زردک، حبوبات خواست قبل کاملا نرم شده مثل جواری، مطر، نخود است، اگر خواستین میتونین از لوبیای سفید و باقلی وینام استفاده کنین. اینا رو باز تمام میشه کمک در روغن بسیار کم مسرخ میگنم. باز داداشت که صرف یک چند دقیقه میمونیم کم پنیر شاب شوه. کاردام خوب اسمه بگیرم. خب این کاردام میگیریم و حرارت هم روشن کردیم. در شروع پیاز ریزه ریزه میکنم. پیاز ریزه ریزه میکنیم. اول پیاز سرخ میکنیم. هر قدری خردتر ریزه شد به اون اندازه خوبتر است. خب. پیاز هم البته ریزه کردیم. اضافهش میکنیم بالای روغن. روغن هم قدر زیاد نمانید که گرم شود. همین که یک چند دقیقه حرارت را پشتش روشن کردین دیگه موادایتون رو میتونین اضافه کنین ها اگر از روغن مایع استفاده میکردین. اما اگر از روغن جامد استفاده میکردین در خانه باز بگذارین که روغن خوب آب شوه. بعد از او باز مواد را اضافه کنین.
پیاز هم آیسته آیسته دیگه سرخ میشه. تا وقت پس من دیگه مواد را ریزه میکنم. لازانیا هم دیگه جوش میخوره. دابش تایی که کاملا نرم شوه. خب تا وقت بادنجان رو میره خوب است که ریزه کنیم. از 1-3-4 عدد بادنجان رومی استفاده کردم. بادنجان رومی را مینطور خرد خرد ریزه میکنیم. هر قدری خردتر ریزه شد با ما اندازه خوبتر است. زود سرخام میشه. با این مقدار بادنجان رومی کاملا کفایت میکنه. حالا بادنجان رومی را میخواییم اضافه کنیم بالای پیاز. تایی که کاملا دیگه سرخ شون. خب بادنجان رومی که اضافه کردیم با پیاز مخلوط میسازیم و لازانیا هم جوش میخوره، اما برای فعلا نرم نشده، باید دیره بگذاریم یک چند دقیقه هم کاملا در آب جوش بخوره و آیستا آیستا باز خودا نرم میکنه. تا وقت زردک است با مرچ دلمه و ایناک من میخواییم اینا رو هم تمامش رو ریزه کنیم. خب از یک دو عدد زردک و دو عدد مرچ دلمه سبز من خواستم که استفاده بکنیم. تمامش رو باز من ریزه میکنم. اینجا دو عدد زردک است. خوب است که زردک هم ریزه کنم. خوب نازک نازک ریزش میکنیم تا که در روغن خوب سرخ شود با بادنجان رومی و پیازه که قبلا ما اضافه کردیم. اینه به یه اندازه زردک هم دیگه ریزه کردیم. یک عدد دیگه شام مونده. خوب است سیرم ریزه کنم. به یه اندازه ایرام خوب خورد خورد ریزه کردم و تایی که من زردک و مرچ دلمه را ریزه ریزه میکنم اضافه میکنم بالای بادنجان رومی پیاز تایی که کاملا سرخ شوند. وقتی خیلی کوتاه داریم زود برمیگردیم با هم باشیم. ادامه برنامه هست و تمامتان خوش آمدید میگم. من در جنر وقفه زردک و مرچ دلمه را هم دیگه اضافه کردم. آیسته آیسته ای ترکاری هم دیگه سرخش میشن و اینجا یک دو عدد مرچ تازه میخواییم که ریزه ریزه کنیم با کمک سیر. مرچ های تازه هم خوب است که از مرچ تازه هم استفاده کنیم. در این لازانی های حبوباته که من امروز برتان آماده کردم تمشه خیلی خوب میسازه و همچنان از یک چند دندانه سیر رو مخواستم که استفاده کنیم به خاطر که همشه خیلی عالی و خوشمزه می سازن. سیرم دیگه ریزه ریزه کردیم و سیر و مرچ تازه را اضافه می کنیم. بالای ترکاری ها و مخلوطش می سازن. برگ گشت نیست داخل بخاطر تزیینش استفاده می کنیم. اینجا نخود است که از قبل کاملا آماده شده است. نخود هم اضافه کردم و مطر است. مطر هم اضافه میکنیم تا که سرخ شوه و همچنان جواری داریم. اینجا جواری رو هم اضافه کردیم. مخلوط میکنیم. مگذاریم که مواد ما کاملا دیگه خوب سرخ شوه. نمک خودش رو اضافه کرده بودیم دیگه اضافه نمیکنیم نمک. و لازانیا رو یک بار خوب است که باز ما ببینم اگر نرم شده بود دیگه باز آبش صاف میکنم. کم آب سرد بالاش اضافه میکنیم تا اینکه کاملا سرد شوه. لازانیا هم دیگه آماده شده کلش. ببینید ورق ورقی جدا میشه. حرارتش خاموش کردم و میخواییم که آبش صاف کنیم. آبش صاف کردیم و کمک آب سرد بالاش اضافه میکنیم تا
تایی که خوب سرد شد و باز بسیار به راحتی جدا میشه. ببینه چقدر به راحتی و آسانی از یکی دیگه جدا میشه. مگذاره میشه اینجا تا خوب آبش بریزه. و قالب ما اینجا انتخاب کردیم، بسیار کم روغن داشت اضافه کرده بودم. خب تمام قسمت های قالب یکسان چرب کردیم. مگذاره میشه اینجا و برای فعلا دیگه تختر هم ضرورت نداریم، از بالا میز دورش میکنیم. و این مواد های ما هم دیگه کاملا خوب سرخ شدن. میخواییم حرارتش خاموش کنیم، یک ظرف میاریم تمام شده و ظرف اضافه میکنیم. خب تمام ترکاری ها در ظرف اضافه کردم و کاملا دیگه تمامش سرخ شده. خب حالا دیگه لازانیا را آماده میسازیم. اما قبل از اینکه لازانیا را آماده کنیم، خوب است کمی پنیر پیزا را هم ترشک کنیم. پنیر را اینجا داریم، خوبی تخته را گرفتیم. 200 گرم پنیر پیزا است که ترشکش میکنیم و اینجا ما ترشک هم آوردیم. تمام شد به یه اندازه تراشک میکنیم. تراشک یک خوبی داره، تمامش خوبی یک اندازه ریزه میشه. اگر خواستید میتونید با کاردامی ریزه کنین، مشکل نداره. تمام پنیر دیگه تراشک کردیم. خب پنیر هم کاملا تراشک شد. میگذاریم پنیر مورد یک قسمت و باز کم کم اضافه میکنیم لابلا. حالا هم دیگه لازانیا که آماده ساختیم میگذاریم روی قالب داشت. خوب است که اگه فاصله داری رو بانم. و یک عدد دیگه شو میمانیم. از ترکاری هایی که آماده کرده بودیم، البته با حبوبات، تمام حبوبات ما رو اضافه میکنیم روش که نخوت هست، مطر هست، جواری هست و کمک از ترکاری ها مخواستم به خاطر طعمش خوشمزگیش استفاده کنیم. امروز براتون لازانیای حبوبات آماده ساختیم که بسیار آسان و راحت و ساده ای آماده میشه. و حالا بالاش پنیر اضافه میکنیم. صرف دیگه تمام مواد ازی از قبل آماده شده، صرف که باز یک چند دقیقه ایره داداش میمانیم تا که این پنیرش آب شود دیگه خلاص. به این شکل ایره لابلا آماده میسازیم. یک لایه لازانیا دیگه هم میگذاریم روش. اینه. حالا دوباره از این حبوبات ما روش اضافه میکنیم. من مطمئن استم که شما که برنامه رو دیدین از شروع تا حال دیگه طرز تهیهش یاد گرفتین و میتونین که در خانه دیگه باز حتما و حتما آمادهش بکنین. و حالا دوباره پنیر اضافه میکنیم روش. حالا یک روی دیگه لازانیا میگذارم روش. بسیار زیادی لازانیا حبوبات دیگه مزه‌دار و خوشمزه و خوشتم میه که یک بار تجربه کنین، آماده کنین. بسیار ساده می از مواد بسیار ساده و آسان دیگه آماده میشه. اینه. و حالا پنیر دیگه روش اضافه میکنیم و
میخوایم که این لازانیایی که آماده کردیم براتون ببریم و طرف داشت که بگذاریم میشه. و اینو در داشت میگذارم تا خوب پنیرش آب میشه و آماده میشه. خوب است که با ما باشین. اینه داشتم به درجه 180 درجه مروشن کردم تا که لازانیای حبوبات ما آماده میشه. یک ظرف بخاطر تزیین شما انتخاب میکنم. وقت خیلی کوتاه داریم. ادامه برنامه هست و تمامتان خوش آمدید میگم. خیلی خوش هستم از اینکه شما با ما هستین و در پیش از وقفه شما دیدین که لازانیای حبوباتی که من براتون آماده کردم در داش گذاشتمش تا که پنیرش آماده شود. ما یک 5 الی 6 تا قمر در داش گذاشتم دیگه کاملا آماده شده. میخوایم که از داش بیرونش کنیم. حرارت داش هم دیگه خاموش میکنیم. اینه به به چی یک رنگ رو خوب و خوشبوی خیلی خوب گرفته. واقعا هم که خوب دیگه سرخ شده و آماده شده یک لازانیا بسیار مزه‌دار با طعم خیلی خوب. میبینید که چقدر پنیرش خوب سرخ شده و این رو میخواییم که برش کنیم چون یکم کمی قالب گرم است. حالا میخواییم که لازانیایی که آماده کردیم دیگه در ظرف بگذاریمش. با یک کفگیر میتونین که از قالب داشت بگیرین بسیار به راحتی و آسانی. بگذاریمش در ظرف. اینم خب این یک دو تیشه من خواستم که در ظرف تزیین کنم و حالا در ظرف دیگه اینجا برگای گشنیز است که به خاطر تزیینش خواستیم از برگای گشنیز استفاده کنیم. بسیار لازانیای مزه‌دار و خوشمزه براتون امروز آماده ساختیم. اینه دیگه کاملا آماده شده. میخواییم یک توته دیگم خوب است که توته کنم در ظرف بانیم. بسیار اینه براحتی و آسانی. ببینین دوستا که توته میشه و جدا میشه. و کفگیر میتونین خیلی راحتی را بلند کنیم و بگذاریمش در ظرف. لازانیای بسیار مزه‌دار با طعم خیلی عالی براتون امروز آماده ساختیم. حبوباتش هم دیگه میبینیم که کاملا البته آماده شده. مواد دیگه از قبل کاملا آماده شده بود. صرف خواستیم که پنیرش دیگه آماده شوه. کاملا ظرف تزیین ما دیگه آماده شد. مگذاریمش در این قسمت یه غذای بسیار خوشمزه که امروز ما خواستیم براتون آماده کنیم. و خوب است که یک قاشق هم بگیریم یک کم از لازانیا بخورم آیا خوشمزه آمده یا خیر. من مطمئن هستم که دیگه خوب خوشمزه آمده چون پنیرش هم خوب دیگه آماده شده. خود لازانیا موادایش هم از قبل آماده شده بود. بسیار زد مزه دار است. یام لازانیای حبوباتی که امروز می‌خواستم براتون آماده کنم. سپاس می‌کنم از تمام شما دوستایی که با ما هستین و آخرین دقایق برنامه است. ممنون هستم. خداحافظی بکنم. تمام کارهایی که اش رو انجام دادم یک بار می‌خوام براتون تکرار کنم. شاید بعضی دوستای ما حال به برنامه خودشان پیوسته باشم. در شروع در یک دیگ آب اضافه کردیم. بالای آب لازانیا رو انداختیم تا که جوش بخوره. در آبش کمک روغن انداختیم با نمک. لازانیا کاملا جوش خورد. آبش صاف کردیم و در دیگه دیگه پیاز بود، مرچ دلمه، زردک، باذنجان رومی، نمک و این مواد متراکم رو سرخ کردیم. بعد از اون نخود جواری مطر از قبل کاملا نرم شده بودن
کونا را اضافه کردیم و گذاشتیم تا یک خوب سرخ شدن. وقتی سرخ شدن لابلا لازانیا اضافه کردیم. پنیر پیزا بود. اگر پنیر پیزا در دسترستان نبود یا کمتر حالا در بازار پیدا میشه پنیر پیزا، میتونین از پنیر ورقی هم استفاده کنین، هیچ کدام مشکل نداره. لابلا به جای پنیر پیزا پنیر ورقی بگذارین. البته بعد از او که کاملا لابلا گذاشتیمش، برای 6 دقیقه در داش گذاشتیمش، به درجه 180 درجه تا این پنیرش کاملا آب شود و کاملا دیگه پخته شده، بسیار زیاد خوشمزه هم آمده. این یک توتی دیگه شما من دیگه توته میکنم، باز در ظرف میمانم. ای بود برنامه که تقدیمتان کردیم. تا یکی دیگر از برنامه های پخت و پز که باز هم من خدمت شما قرار میگیرم و یکی از غذای خوشمزه دیگر را میخواییم در برنامه برتان آماده بسازیم. وقت خوب و خوش برتان میخواییم. اوقات لحظات خوب و خوش، همیشه شاد، موفق، سرحال باشین. خدا من یار نگهدار هم ما و شما باشه.